برگزاری نشست ناتو در بروکسل در غیاب نماینده افغانستان چرا در نشست ناتو هیچ نماینده از افغانستان حضور نمی نشست ناتو با حضور این سازمان فردا در بروکسل پایتخت بلژیک و در غیاب نماینده دولت افغانستان برگزار می شود. هرچند در این نشست محور بحث موضوع افغانستان نخواهد بود اما گفته می شود که روی مسائل افغانستان نیز صحبت صورت خواهد گرفت. در این حال دبیر کل ناتو امروز در مورد وضعیت امنیتی افغانستان هشدار داده و تاکید کرد که در پیکار با حراس افغانان با نیروهای امنیتی افغان کار خواهد کرد. اما چرا افغانستان در محور بحث ناتو قرار ندارد؟ سلام به برنامه خط کابل خوش آمدید در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع می پردازیم من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقای سید فرخشا جناب فاریابی معاون پیشین مجلس سنا و آقای غفور احمد جاوید آگاه امور سیاسی مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین خاقل جاوید ولی افغانستان در حکومت پستازی تو پدق غنده که هیچ تو گدون نکوی پومنن نه وته سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درن ملمت او د تلویزیون لیدونکو ته اول لا چې د ناتو دغه غونډه چې د سرمشري زادای واز د افغانستان په اړه نه ده د ناتو د نوړو مسایلو په اړه دغه په منځني خط کې چې د جګړو مسایل دي د داعش مسایل دي یا د اروپا مسایل دي یا نور مسایل دي سړي مسایل یا په ټوله کې د دوی حغه جوړخ چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په وخت یو لړ ستونزې وی یا یو لړ اندخني وی یا دغه د ټرمپ ویناګانو کې یو لړ مسائل ده د ټولو ته اوس ناتو په دې سره مشرځه کې جواب یو یو برخې د افغانستان په اړه ده چې ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته اضافي سرتيري ولېګي کوونې لګي د افغانستان د ملي فاوز د تجهیز د د ټریننګ او د د ملاتړ لپاره دا چې ولید افغانستان استاد پکې ګډون وکړ 13 جون افغان جمهور رئیس خاغلی محمد اشرف غنی د ناتو سرمشړي ز سرمنشي سره ویډیو کانفرنس لاره خبرې وکړلې ټول مسایل سره باس شو ټول مسایل وباني باس شو یو دا دویم دا چې تاسو په ګوګل په یوه کې پجون کې مونږ دلته یو کانفرنس لرو د کابل د لارې تر انوانلاندې چې د سولې لپاره چې پدې کې بد یوه شی وادو او تر د دې ترڅنګ د نړیوالو ادارو استاد ګډون کوي او دا یو لوی مسوله ده د دې لپاره په تیاری باندې هم بوختي دوه مهمه مسله دا چې د ناتو یو ترپول مهمه برخه چې د امریکا جوړي د سهولې د چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار افغانستان ته راغې د دې هغه د څلورن انکشافي پلان چې د افغان امنیت ځواکونو لپاره طرح شوې جوړ شوې ده امریکات اوړانی شول دا غیم لاټړیو کې امدارانګا جیمس میتیس راغی خپل هاغه حمدلده ها و قتل او هغه ټول پشنه حدونه لزان سره واخص سره امدارګا جنرال نیکلسن د هډدی ترڅنګ د مرکزی قومندانی هغه جنرال وټل هغه هم راغی هغه ته سره هم پدی ټول مسایل باسو شول او امریکاد نه ټو هغه ترټولو غوښنه برخه ده فقر ریکوی اغه ناس ته چې د افغانانستان په اړه دایریږي یالته په خبری کېږي په دغه رقم مهمو ځایو کې باید د افغانانستان څخه تازه اټکي غړون کې یو برخه د یو عادي برخه چې زواكون ډیر لیک دی allegation د ولسمشیر محمد احمد د افغانانستان پامنیتی وزیر خبری کېږي د افغانانستان په اقتصادي او په نورو چارو باندې د خبري کېږي مهمه دا چې باید غړون کې د افغانانستان نه وسته ولسمشیر محمد اشرف غنی هغه ټول مسایل د ناتو لور سر منشي سره مطرح کړي دي همدارنګ سودي ته چلاړل د ولسمشر ترامپر او همدارنګ بیاي د مليام نړیوال صلاحکار سره په تفصيلي توګه په دې مسایلو خبري شو خوبي هم خبري کوي چې د افغانستان په اړه ټپ پزړا ده یع عمومی تصویري د افغانستان تصویر الټوروخه یا د وروخه یې سدل زین هوادونه د دې په تره ګرم لتهړ کوي هغه تصویر وس دې روخاره شوې ده هغه تصویر ډیر خخودل خو شوې ده غوړم پاغیم درتلند باسو کومه ده ولسمشر غنی په دې تیره Uh, جوما کې چې کوم یو کانفرنس کو کا د افغانان ټول تصویری ورکړې بیا مخکې ما درته جنرال جیمز میتیس او جنرال د ملي امنه سرکار دوی همدارنګه ترامپ سره دوی ته تصویر ورکړ شوې تصویر څنګه ورکړ شوې تاسو ولیدل چې پس د سعودي عربستان په کانفرنس کې پاکستان ډیر نه هیل او تاسو ګورئ د غرب د د ورسپان و غرا په رونه وګوري ن نو نو وا شریف او راهل شریف تجدد غي مرکزی قمندانی دغه مرکز زچ رامنځته دریزم دوه تا تروسه کورې امریکا نه د اعلان کړی اعلان کړي ګوري کم یو ده ز درته ترامپ خپل وینا کوي ویل کتاسي وینا وردیلي چې په سیمه کې هر هیواد مسول دي چې خپل ترورستان نه اوس هر هیواد دلته بدلتا غوي نیابتي جګړې لري روسي سره ایران سره ولی مشخصه توګه د پاکستان نوم نه اخلي همدا ده همدا ده ګوري چې نو وا شریف او راهل شریف 탈 د وینا لپاره چانس نه ورکول کیږي علد <الدوی> دوی خبر ته نه پریخودل کی یو علد دوی زکه نو وا شریب او دوی غوختل یو یو مثال زدار تا ټرمپ او ویلي چې هندستان هم د ترورزم قرباني دی ولی د پاکستان نه یتیا دونه ونکړه او پاکستان غوختل چې دوی دائمونه ویلي چې پاکستان تر هغه اتره ګرو اتره ګرو نه تا پیا سیاست کی ګوره په سیاست کې دا خبرې نه دي چې په سیاست کې هر څه روخانه په سیاست کې نقل قولونه په سیاست کې دغه سي خبرې دا د دې معنا ورکې شي د پاکستانه بيزارې زه یو مثال درته یم ټرمپ وايي چې هندستان د تروريزم قرباني دی او نو وا شریف غوښتل پدې ځای کې خپل هغه د ترورز پر ضد مبارزه وکړي او ملاتړ تلاس کړي ولې بالمثل ترامپ د پاکستان هیڅ یادونه ونه کړله په سیاست کې هر څه په روخانه تو یعنی بعضی وخت په کنایه کې یو خبره کې چې هغه تر رسیدي نو ترامپ دا ټول ور سوال اوقای فوریوبي در صورت کې حکومت افغانستان هیڅ نماینده نداشته باشد در همچون شست های حالا توقعی که حکومت افغانستان داره فکر میکنید که برآورده شود بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه شما بیننده های محترم و دوست ما که شریک بحث هستند ببینید ناتوب اصلا برنامه‌ای داره در سطح جهان و در منطقه و در افغانستان و بیشتر هم در طول این چندین ساله که بیش از یک دهم ده میشه ما با اینا پیمان استراتژیک با امریکا امضا کردیم که یک گوز بسیار بزرگ ناتو است و روابط بسیار نزدیک داریم حکومت دولت ما ولی متاسفانه همیشه اینا حرکت هایشان قسمی بوده که پشت منافع خود بودن و دلیلی که پیشتر شما گفتین چرا نماینده افغانستان اونا نخواستن اونا به قدر دلچسبی ندارن اونا همیشه پشت منافع خود هستن آنچه که میخواین سرمو بحث میکنن و و ای که بر ما افغان ها من فایدهش چی است یا ضررش چقدر بر ما بیشتر میرسه ای خوب ای بر مربوط حکومت ما و مربوط مردم ما میشه ولی متاسفانه همیشه ما تا به امروز اوتر یک نتیجه مثبت خوب ندیدیم ببینین روز به روز تلفات پلیس پلیس اردی ملی ما بیشتر میشه از از رو به بهتر شدن نیست و رو به بدتر شدن است وضعیت امنیتی ما روز به روز روز به بدتر شدن است وضعیت اقتصادی ما بیکاری ما خلاصه حتی امید ما رئیس ها گرفته رایستن را ولی از وقتی که بحث میشه است نماینده حکومت هم میگن که ناتو بر میکنه اما ما وقتی که نتیجه و وضعیت هم میبینیم ولی متاسفانه وضعیت وضعیت خوب نیست از کجا من میگیره؟ علاقه جاوید گفتن که حتی مشاور امنیت ملی امریکا را نام بردن که اونها میتونه به نحو از منافع افغانستان دفاع بکنه و نمایندگی بکنه از افغانستان نه نمایند که خاز افغانستان کردن نمیتونه چرا که دفاع میکنن بر اونها تصویر داده شده و اونا این تصویر اونجا را خواهد کرد او نتیجه معلوم میشه ولی متاسفانه آنچه که تا به حال صورت گرفته کاری بوده که ما نتیجه مثبت و نتیجه خوب ازش نداریم گفتم پیشتر بر ما سالهاست که وعده میتن که ما نیروی وایتان تان تجهیز میکنیم ولی متاسفانه خبر نیست اگر همیشم حرکتای میشه که بسیار ضعیف و واقعا ازو او کده نباشه خوب بهتر است و در کل به نظر من حکومت افغانستان یا حکومت وحدت ملی باید فشار بیشتر و بسیار سریعتر و از یک حالت دیپلماسی باید برایه چرا دیگه اگر وعده هم بود همه قدر میشد اگر به اصطلاح هم به وعده دروغین هم بگیم تا به همه قسمت میرسد دیگه از حوصله مردم هم به سر رسیده و وضعیت هم به حالت رسیده که تحملش بیشتر نیست شما پیشتر هم اشاره کردم که شما تلفات روزانه اردو و پلیس شما هیچ است پس الناتو ناتو با ما چی میکنه؟ یا امریکا که ما با امراش قرارداد امنیتی را امضا کردیم بالاخره با او تعهداتی که داره با او چی میکنه؟ باید دی این سوال از اینا صورت بگیره پس چی باید شود؟ بله ب... چ... چی باید چه در صورتی که ناتو همکاری صادقانه نمی کنه و حکومت گفتم. افغانستان هم گفتم به یک نحو آرام از و هر آره. کاری میکنن آه. تایید میکنن حکومت و... حکومت افغانستان باید با یک صراحت با یک صراحت دیپلماسی موضوعات بسیار واضح روشن مطرح بکنه که شما با ما چی میکنین اگر با وعدهاتون به چندین سالی که پیش از یک دهه میشه به ما وعده و به این قسم خب اون روز به روز خراب شده روز اعتماد مردم هم نسبت به حکومت هم نسبت به جامعه جهانی از سابق م... کل ملت خوشبین بود نسبت به با... جامعه جهانی کل مردم افغانستان امید داشتن که اینا اومدن به پالیو ما شدن شاید وضعیت ما بهتر شده مگر امروز شما از از کراچی که پرسان کنین که دنیا با ما چی میکنه میگه میکن بعد دنیا با ما فایده ای نیست کاری با ما نمیکنن کاری که مشکل ما را حل کنن هر برنامه ای که دارن مربوط خودشان میشه و خاطر رسیدن به اهداف خود اینجا آمدن کار میکنن و ای که ما چقدر تلفات میتیم روزانه روزانه تمام جغرافی های اک 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 یک قسمت جغرافی های بیشتر حکومت بیشتر به دست, دست مخالف ها و به دست طالب است و در, در حال باز, باز یک اینجا بلند میبرد تعدادشان بله حالا تنها تاکید ناتو و آمریکا هم در افغانستانی است که باید سرباز بلند ببرند تایی که یک راهکار را بسازند و نیروهای امنیتی را تجهیز بکنند ببینید نمی هم که کار, موس... کار نتیجه دار نیست ما تعداد از اساکر ما را بالا میبری اسکری که دست بادست خالی اسکر چی کنه جزی که باز تلفات ما از این بیشتر بالا برود با. دیگه نتیجه نداره اگر اینا واقعا کار بکنن باید تجهیزات و, و... و امکانات نظامی را در دسترس اردو و پلیس ملی ما قرار بدن که ما بتانیم خود ما از خود دفاع کرده که د د د نيازه روز است هیڅ چیزایي کې چې به ما ددان همقدر است چې د عقل په اصطلاح یو چیز بخور نه میر تشکر خوغه جاوید دوست امریکا او ناتو دلته د خپل منافیو په سيدي اروراس تلفات زیاتسي وي او هغه اصلا د دې پروانه لري دلته څونه امړي تنها به د خپل منافیو دلته تلستر وړي مخکې لدې ایوه خبره تا وکړل چې جاوید وي چې یالته د ملي امنیت صلاحکار استاذ توک کړي زما خبري تعبیر تاسو یوه نه خستو یعنی هغه ته عمومي تصویر ورکړل شوی دی او مثلا دفاع وزیر ته ورکړل شوی ارته نشته د چا سره هغه بیلته د افغانستان کې د وضعیت نه نه ځواب ورکړلای شو نه ته ځواب ورکړلای شو هغه بیلته د افغانستان حکومت د غننګونې لري او بالکل د مخابین تاسو نمائندګي چی ته وای څوک رقم نمائندګي خبر ورسره ټوله شوی دی سید آغاز موږ د ستراتیژیک ملګری په توګه باندې او هغه جګړه چې موږ د نړیواله فارکو د شلو ترورستي ګروپونو لپاره نړی مجبور د چيز موږ ملاتهړو کیو دوهم د ناټو چ حکومت سره موږ سره کوي د نوې توافقنامې په اساس نه کوي موند د ناتو سره تفاهم دل ناملرو موند د امریکه سره امنیتی او ستراتیژیک تدون لرو د هغه تدونونو په اساس باندې دل مون سره مرسته کوي او هیڅ ارته انشتیا چې ما سره نه لته غاسي اوس ما درته چې مون دلته مصروف یو په کانفرنس کې بل تاسو وای چې د ناتو د کانفرنس دونه مهمه ده ولسم شر شرایط د وزارت خارجه تر وزیر د ملي امنیت تر سلاکار دا ټول پته کې مصروف دي دی یو شی وادونه ستازه چې ترابلې دل تپدان کانفرنس کې دازل په ډیرو مهمو مسایلو باندې تساميم نیول کیږي هم دا وزمون مليامت صلاحکار پروسی کې دی اولته د افغانستان د سولې لپاره هڅه کوي بل مهمه مسله دا ده چې ناتو غړي هوادونو دلته تصویر ما درته مخ کې ویل ولسم شاور ورسره غېدل یغوی راغلي دي د ټول تصویر ورسره شته دي او د تجهیز مسله کې د تجهیز مسله کې اردو پولیس یعنی ځمګي جوړښتونه د دې ویورزي د یو کال د دوه کالو کار نه ده کله چې وایي چې د امریکا او ناتو پراته سره دله جګړه شوي دا یا د ځمږ تلافات زیات شي د نن 15 کال مخکې د امریکا او ناتو نو ول افغانانو په خپل کې جګړه کوله دا څلويخ کالج دا جګړه راورده پوری مونږه باید واقعیتونه ومه و خو د دوه راته هدف همنده او څاغ جګړه تدپای ټکی کیدی هغه جګړه په یونه فبوند او ورکه وس دغه جګړې نه دا جګړه ډیره خطرناکه ده اوس دلته تديب د سیمه اکثریت هوادونه عدالت نیابتي جګړې لري د ځوانان زو... مرګي خو, خو د دوه د دوه یو د دوه یا ماډم دا, دا وڅ یاو... باید دا جګړه ورکه کیږي دا جګړه ورکیږي دلته ګوره مرستي دلته کار چي ده د دوه طرفه باید ووسی کدا سوای چی مثلا ناتو د تجهیز مسله یا د ناتو دغه مسله دلته تو ګورې چې ته په کوم اندازې ظرفیت لري یعنی د شپاګو کال وردو ته دا هله مکه وجود شپاګو کال وردو د وصف شانزال وته کې هم ورته ورکی بیا دلته د باور مسله هم ډیره مهمه دا اوس مونږ په تیر دو نیم کلو کې یله باور را منست کړې د نړۍ وال ټولني ته وسو ګره منګ یو ډیر غلط تاریخ لرود نه ډې په وړاندې هغه غلط ته غلط تاریخ په یګیز مونځ سره هغه غلط تاریخ دار چې کل روسیا ماته خري ز خپل وسو وبال لوتکه امدا غنان د کبار پتوګه په ایران او پاکستان باندې فلوري څلور ژره چینا ټانګ ته 50 میلیارډ ډالرو دا پورې زباد وردو ارزښت مالو نالر الماکرو ما مثلا نور تو تو غندې او لری وشتون کی واټن وشتون کی واسلی لارلی ما یو مجهزه وردلاره لاغه خپل پخپل لاس باندې داړی وړی کړی ده نو دغه تجربه ته پکاتو او ظرفیت ته پکاتو تاسو مرسته کیږي او بل مهمه مساله دا ده ک مونږ وایو چی جګړه دلته د دا یادانه نور مسلې ته مجبورې د افغانانو یو تاریخي احتیاط د دویم نړیوال جګړې نو ورسته دا دی د حزب بلاک سره دی پاتې شوی د هیڅ باور نه درتله اوسه کړه او تاسو ویل چې ناټو دلته خپل ګټل لپاره راغلی هرڅوک د خپل ګټل لپاره راځي د غزمون تیر ولسم شرکرځي و, و نه کله ما سره دومره پیسې وې ما د امریکا په ټاکونکو کې مداخله کوله ګوري هرڅوک د ګټل لپاره راځي خو مهمه دا ده چې هغه ملتونه چې خو خيار دي اغوڅنګه ګټیو کی د دویم نړیوال <سؤال> جګړې نو ورسته ناتو امریکا لاړه په جاپان د لاړه جرمنی ته لاړه لا دغه پاکستان د ماغوي په مرسته باندې دغه ځایه تورسته دغه وسنه ایران چې تاسو ګورې د ماغوي په مرسته باندې هم دا وس امریکا چې دا 92 سلری <سؤال> په 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 سل <سؤال> او <سؤال> دغه کې تقریبا هو 29 سال لري 23 چې د کال 3 میلیارډ ډالر هغه 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 مسله ګټي دي په ډیرو اسلامي هوادو کې لري په دیدی سعودي کې لري مصر کې لري نو زوایم چې دا ز در سره منم چې مونږ یو ریښتینی ډایالوګ ته باید کیوړو ریښتینی ډایالوګ دا چې د امریکا او ناتو ته باید دا باور ورکو چې دغه حاله په اړه لتا سره پاتې کیګو او پدی باور به اذكار وک لاډیر کار وک تر څو موږ دغه محل لپاره د دو دوی مرسته وک ډیر زیاته مننه اقای فاریاب یالو اردو افغانستان ظرفیت ایرانه نداره کی امریکا باید پر ازینو تجهیزات ازیکه از دا بشتر را به توما انتظار ازینه نه باید داشته بشو ک اردو افغانستان طیارهای اف 16 داشته باشد ببینین فکر میکنید موضوع ظرفیت و موضوع زمان وختای بود کی حکومت رئیس جمهور کرزی رحمت رحم میکد و حق بجانم بودند چروا بر یک مرحله زمان لازم است ظرفیت سازی باید شود این موضوعات مطرح می شود. اما فعلا ما 15 سال می شود. یک عمر است یک, یک بچه ای که تولد شده بدون روز جوان شده بله از 15 16 ساله شده یا بچه ای که هفت ساله بود امروز شامل پانتون است بله فکر میکنم کنم ظرفیت و موضوع ظرفیت و موضوع زمان فعلا دیگه یک بحث چیز نیست که آدم قبولش بکنه ظرفیت وجود داره چرا وجود نداره ظرفیت خود شما هر رقم تیاری که باشه برای یک دو سال سه سال ترند بدین بعد یاد میگیره که اما این اگر اگر, نداره اگر, اگر, اگر صداقت بوده باشه و ما میرم میپذیرم که واقعاً هر کس بر جای میره به پشت منافع خود میره اما مگر بی به به این جغرافیا و وظیفه ما چی است؟ آیا ما از منافع خود دفاع بکنیم یا سیلوین باشیم بشینیم که هر چی که ناتو میکنه کار خود بکنه و بیاز به خاطر منافع خود اومد منافع خود از اینجا ببره مگر ما هم یک رسالت و مسئولیت داریم من حکومت افغانستان من مسئولین این ملت من یک ملت ما ما هم باید از منافع خود دفاع بکنیم که برادر اینجا آمدی منافع تو اینی منافع ما این دو, دو به اصطلاح یکی دو دو منافع است داخل یک یک فایده هم داشته باشیم چرا در بر 16 برد. سال گذشته نتونستیم که همین منافع را تعریف بکنیم با جامعه جهانی مشکلات ما زیاد است اگر واقعتر تر بین صحبت بکنیم ما مشکل داریم اگر رهبرای سیاسی ما واقعا از حمایت کامل مردمی برخوردار می بودن باز با و, و توقعات دیگه نمی داشتن بسیار روشن می این موضوعات مطرح کنند حال مشکل است که هم جام امو خارجی یا بر ما رهبر می سازن و بزرگ میسازند و طبعا باز استفادهش میکنه استفاده خود هم میکنه باز دیگه او بر او گفتن نمیتونه که برادر تو به من این کار تو با از آدرس مردم به ما بکو ولی متاسفانه که امو با صحبت ها میگیم با شعار ها میگیم با گپای خود میزنیم اما در صداقت ما چیز کردن نمیتونیم اجرا کردن نمیتونیم ببینید بسیار روشن بسیار یک بم بزرگ به جلابات زده شد ولی واقعا این را که وقتی که بشینیم هیچ منطق نداره هیچ منطق نداره چرا به سر بغدادی نمیزنیم ولی جای بسیار لانای بسیار خطرناک تروریستی دیگه جای است چرا اونجا نمیزنیم میارین یک جای اینجا, اینجا حت میزنیم حتی در دوست ماست دو آقای اساس مشاور دکتر عبدالله سناتور ما بود همکار ماست آدم خوب است یه بچارا به می جمعی پر که پرت کرد آقا به خاطر ازی اینکه دکتر عبدالله آمریکایی را خوش کرده باشه ایراد چندان مشاوری هم نبود اون بسش معلوم بود نه دیگه چیزش ایراد اگر به خاطر اینکه خارجی ها را چیز کنه خوش کنه ایراد تمام هم ایراد ایراد از از از, از سنه کشید و اعلان تلویزیون اومد که باید از 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 چیز کشیدیم از, از مشاوری کشیدیم که به خاطر اینکه خارجی ها خوش شوه وقتی که ما این حرکت داشته باشیم بزرگان ما دیگه ما چی توقع داشتیم افغانستان هم دخیل هستن با خیانتی که اینجا میشه بله اولا بیگناهوی بزرگان افغانستان هم دست دارن و دخیل هستند. و هم هستن مسئولیت بلده. دارن مسئولیت دارن مسئولیت تاریخی مسئولیت ایمانی و وجدانی شان است و این تاریخ در آینده قضاوت میکنه اگر امروز ما بگوییم نگوییم در آینده این بسیار تاریخ بسیار روشن و بهرمانه این موضوعات قضاوت میکنه و اینا محکوم تاریخ هستند و میشوند و حالی هم سر وقت است و حالی هم ما اگر ما چیز است اگر حالی هم اینا به اصطلاح مخاب برخی زن و از این ملت بیچاره و بدبخت پاورانه که که سال هاست و داخل یک تنور و آتش می و و اینا رسالتشان است باید به با هر قیمتی که میشه اگر اینا یک حرکت مایر به اطمینان بر اگر یک حرکت دو حرکت قوی اینا به خاطر منافع مملکت و به خاطر منافع ملت و مردم خود بکنن اینا مطمئن باشن که ملت پشتان استاد میشه و ملت افغانستان ملت نیست که خدمت و ملت ناسپاس بوده باشه حمایت میشون اینطور نیست که حمایت نشن ولی متاسفانه این حرکت از اینا صورت نمیگیره حرکت سری و حرکتی که واقعا یک نتیجه بخش بوده تشکر آقای بعد از این نشست چه تغییری خواهد آمد در وضعیت امنیتی به نظر من تغییری نمیه صرف صحبت ها و تبلیغات تلویزیونی میشه که به ما این کمک ها گپای وضعیت هم و وضعیتی که بود هنوز بهتر هم خواهد شد چرا که حالا تازه داعش به وجود آمده رایست خب طالب روس های مایت میکنن به این گیم باز پاکستانی و پیشتر که مطرح کردن که با امریکا چندان رغبتی به پاکستان نکرد به این خوش نکنه. پاکستان گیم خدا میزنه پاکستان هم هم طالب که چندان مورد علاقه کالایش بود که مورد علاقه امریکا قرار نگرفت تو با, با با, با روسیه در حال معامله است حمایتش میکنه این طرف حال باز دست خدا بالای دایش مانده و باز از این شکل منافع خدا میبره اونا کار خدا کرده رایستن مگم کاری که به خاطر امنیت و آینده افغانستان بوده باشه کار ما ما نمیبینم تشکر. با امیدم ندارم تشکر آقای جاوید در یک دو روز گذشته آقای رئیس جمهور با و عمومی ناتو یک ویدیو کانفرانس داشتند و در اوج رئیس جمهور با تاکید بر اونها گفته که در افغانستان به نیروی بیشتر نیاز نیست و باید نیروی بیشتر تجهیز شه حالا نشاسته که امروز منشی عمومی ناتو داشت تاکید کرد که وضعیت افغانستان بد است و باید نیروهای بشتر اینجا اعزام شود چرا اونها تاکید میکنن که باید نیرو بشتر شود در افغانستان مخالدی په لندن ډول وایم چې ګوري دلته یو ډیر لوی بدلون چې واغدا افغانان د افغانستانغه اردوغه ټول د روسی اصلي سره ډیر بلادو او دلته یو دم د ناتو د خپل فرق لري یعنی دا په لګ وخت نه تر سره کی بل پاکستان شپږ ته کال کیږي د جوړخنه د اردو نه هم د وسم د امریکا مرسته چني دغه اردو نشکواله زیاتو مسائل کې عملیاتو کې یعنی دوردو کارت لاسپینزلس کولو کار نه ده دا د لزګونه کلونو تاړتي لري چې دا په خشي غټول مسائل حل شي خو دا خلک چې دې لګ لګ امکانات خو په شپه لاس کولو کې کېدل څو دوري نظاميان فارسي استاد اردو جوړښت واښ نه شروع شو ته په دې سدورتي جوړښت باندې د دې نه چې موقته دوره راغله شروع کړو دا کارونه نه هغه وخت چې تاسو hội دل نه دا قلب تدایي کارونه خو نه ان هغه وایز واکنه مې په دې اردو جوړښت کې مې 2000 د 2018 روسه جوړ شو اګه تا سویری چې پټوله کې د افغانستان د وزیرنا شوه اګه له شو شو کوله کېږي چې امریکا دلته وزور لري دلته 15 کال کېږي امریکا واقع جدي اراده د لوستې په دې 15 کال کې اردو جوړاوله ګوره دا واست ډیر زيات امکانات لري دا واست اردو چې جنگي د د امریکا ایم کانات نه دي یوازې خو په وا برخه کې مرسه ګوره راځي چې په وختنو با س کور راځي چې په دې باس نه کو مونټروسیار څه کړو بیا چې کل روسانو وته وای مونږ ته څه کړی دي ان بندونه درته جوړ کړو مکرایان غو نه پروژې جوړې کړې ګوري زدار ته څه وای من امریکایی اسکرونو ته ګوره په دې برخه کې ارتیا نه لړ چې مونږ تدی جګړه وکې مونږ د هغوی د ټریننګ برخه د هغوی د تجهیزات برخه د هغوی د لوجيستیک برخه د هغوی د مشورې برخه او د ترټولو مهم د هغوی د باور برخه د غنن جدل د امریکایی اسکرني یو شمېر داخلي افغان امریکایان جدید د افغانانو سرمن بو باسي ډیره زیاته مننه سپوز ګورم مهمانان عزیز از حضورتان و تشکر از حضور و همراہی شما همچنان در اخیر هم گزارش کوتاه ببینید خدانګہدار اجلاس ناتو با حضور از این کشور در بروکسل برگزار می گردد. ریاست جمهوری می گوید حیات افغانستان به این نشست حضور نخواهد داشت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید حکومت افغانستان انتظار دارد که با اساس تفاهم نامه امنیتی کابل ناتو در این نشست روی مسائل افغانستان بحث گردد و گروه طالبان زیر فشار قرار گیرد. سخنگوی وزارت داخل همچنان گفته است که ناتو و متحدین آن باید نظامیان افغان را با نیازهای جنگی و اسلحه سنگین و پیشرفته برای مایندوبی مجهز نموده و قوای هوایی افغانستان را نیز تقویت و حمایت نمایند باورها بر این است که حکومت برای فشار آوردن بر حامیان طالبان و دیگر حراسافکنان در نشست ناتو باید اسناد و مدارکی را پیشکش کند که دال بر موجودیت ریشه تروریزم در بیرون از خاک افغانستان باشد با آغاز فصل بهار فصل نبرد در افغانستان دامنه های جنگ این کشور گسترده تر شده است حالا در آستانه نشست ناتو که همزمان است با افزایش جنگ در افغانستان وزارت داخله گوید که اگر احتمالا شمار سربازان خارجی افزایش داده شوند این نیروها بیشتر نقش حمایت از نظامیان را خواهد داشت تا برگشت به میدان های نبرد سه روز پیش رئیس جمهور غنی نیز به سرمنشی ناتو گفته است که کابل خانه تغییر مدیریت جنگ و برگشت سربازان ناتو به میدانهای نبرد نیست بل خوان افزایش فشار بر طالبان است تا زمینه صلح دائمی فراهم گردد اما برخی باورها به با این است که افزایش شمار سربازان خارجی و برگشت آنان به میدانهای نبرد نظامیان افغان را در جنگ با هراس‌افکنی روحیه می‌بخشد نشست ناتو قرار از فردا در بروکسل برگزار گردد هرچند گفته می شود که بحث روی افغانستان شامل آجنده اصلی این نشست نیست اما چنین این نشست ها در واقع فرصتی است برای جلب حمایت متحدان افغانستان در کار مبارزه با حرف سفگنی و تامین ثبات که نباید از دست برود.